سلام به شما، با خبر دستلو و طلو نیوز خوش آمدید. سرخط: پول فقیرترین کشور در جیب ثروتمندترین کشور جهان. تصمیم بایدن درباره ذخایر ارزی افغانستان با واکنش های تند ملی و جهانی روبرو شده. به هیچ صورت نمیپذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت نام غرامت و یا کمک‌های بشری و دیگران داده شود. کشتارهای ادامه‌دار در افغانستان. یک پزشک در تیراندازی آدم رو بایان در کابل جان باخت. دمی حادثه متاسفانه برادر سید ما شهید شده و من خودم شهید زخمی شدم. ادامه اعتراض‌های زنان در کابل، خواستشان زنان ناپدید شده آزاد شوند. و فرستادن هزاران نیروی امریکایی به پولند همزمان با افزایش تنش ها میان واشنگتن و مسکو بر سر کیف. من بهرام امان میزبان شما هستم. دستور پرداخت غرامت به قربانیان حمله های 11 سپتامبر از دارای مردم افغانستان واکنش های گسترده ای را برانگیخته. نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر گفتند این پول مال مردم افغانستان است و در شرایط اساس کنونی نباید به کسان دیگر داده شود. همزمان سیاستگران افغانستان گفتند در حالی که مردم از گرسنگی در این کشور میمیرند، دارایی مزدود شده آنان به کسان دیگر داده می شود. مردم، حکومت و سیاستگران یکسره مخالفت تندشان را با تخصیص پول این کشور به قربانیان حمله های 11 سپتامبر اعلام کردند. امارت اسلامی این تصمیم بایدن را ناعادلانه می داند و می گوید که از سوی حکومت پذیرفتنی نیست. در خصوص مسدود نمودن ذخایر ارزی افغانستان و یا اختصاص دادن آن به اهداف غیر مرتبط را غیر عادلانه دانسته و به هیچ صورت نمیپذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت نام غرامت و یا کمک‌های بشری به دیگران داده شود. شاید هم این نخستین بار در 20 سال گذشته است که مردمان کشور از تمام لایه‌ها در برابر یک موضوع صدای واحد بلند می‌کنند. پولی را که آقای بایدن آزاد ساخته، این پول پشتیبانی پول افغانستان است که من فکر میکنم اگر این مصرف شود در کمک های بشر دوستانه، دیگه دنیا برای افغانستان کمک مالی نمیکنه و بهتری بود که این پول ها آزاد میشد و مملکت های دیگه به پشتیبانی از این پول بر افغانستان کمک میکرد. امریکا د نړۍ په هیڅ اصول او په هیڅ قانون باندې هیڅ مشروعیت نه لري چې د افغانستان پیسې چې د افغانستان ملکیت ته د غرامت په نوم واخلي، ځکه امریکا پخپله د افغانستان قرضداره ده. امریکا خپله په افغانستان کې ملکي کسان وژلي دي، ودانۍ وړاندې کړي دي، بې ګناه خلک یې زندان ته اچولي دي، دلته ظلمونه کړي دي، بمونه مورې په افغانستان کې اچولې ده. برخی از نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر نیز این دستور رئیس جمهور بایدن را انتقاد می کنند. اختصاص 3.5 میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه شاید سخاوتمندانه به نظر برسد، اما باید به خاطر داشته باشیم که همه 7 میلیارد دلار به لحاظ قانونی متعلق به مردم افغانستان است. ثروتمندترین کشور جهان تصمیم گرفته است به نام عدالت از فقیرترین کشور جهان دزدی کند. این یک تصمیم تکان دهنده است و از تمامی معیارهای حقوق بشری و بین المللی به دور است. رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه فرمان اجرایی را امضا کرد که بر بنیاد آن از میان 7 میلیارد دارایی مسدود شده افغانستان در بانک‌های آن کشور 3.5 میلیارد آن به قربانیان حمله‌های 11 سپتامبر و نیمی دیگر آن برای پیشبرد امور بشردوستانه در افغانستان پرداخت شود. اعضای خانواده جوانی که دو روز پیش در منطقه کوتی سنگی شهر کابل در تیراندازی آدم روبایان جان باخت عدالت می خواهند. یمای 28 ساله به حیث پزشک در یک لابراتوار خصوصی کار میکرد و در نتیجه تلاش نافرجام آدم روبایی در خانهش در منطقه کوتی سنگی کشته شد. اعضای هم فرماندهی امنیه کابل از بازداشت دو تن در پیوند به این رویداد خبر می دهد. غرب کابل گواه یک رویداد غم‌انگیز دیگر.
در ادامه رویدادهای جنایی در پایتخت، تفنگداران ناشناس یما عبدال جوان 28 ساله را پس از آن به گلوله بستند که در بودن برادر او از خانهش در منطقه کوتیسنگی بازماندند. زمین حادثه متاسفانه برادرم دکتر سید یما شهید شده و من خودم شهیدن زخمی شدم. دکتر سید داخل حولی شدن و سر و صدا شد و صدای فیر آمد. وقتی صدای فیر شد، ای افرادی که ما را گروگان گرفته بودن، اینا هم دویدن و فرار کردن. نزدیکان یما کشتن او را سخت نکوهش می کنند و خواهان شناسایی و کیفر رسانیدن قاتلانند. از اتفاق افتاده یا منجر به شهادت یک تن از برادرمون شده و باعث مجروحیت دکتر سید عبدال شده. ما از دولت و از امارت اسلامی خواهان عدالت هستیم. من خواهان ازی هستم که یکی از عزیزان شده که اونوی چشم ما بود، آینده از این مملکت بود، امید مملکت به این جوان ها بود، از دست یکی در رزنهای به فرهنگ به چیز و شهادت میرسد. برخی از کارشناسان مسائل نظامی در واکنش بر رویدادهای فزاینده جنایی میگویند که نهادهای امنیتی باید در این راستا کاری بکنند. ترورها و قتلهای هدفمند در پایتخت محصول حکومت‌های ضعیف قبلی بوده که با استفاده از موقع اشخاص مورد نظر خصومت‌هایی که فی مابین دارد هدف قرار داده می شود. در این میان فرماندهی امنیه کابل از بازداشت دو تن به اتهام قتل یما سخن می زند. نن روز پاریزه که دغه جورم په تړاو باندې مونږ دوه کسان نیولې دي چې یو شواهد مونږ په پیدا کړی دي او زمونږ منصبین کوشش کوي چې دا جریان مکمل کړي بیا به مونږ رسنیو سره شریک کړو. قتل آدمربایی، دزدی های مسلحانه و گونه های دیگر رویدادهای جنایی در این روزها بار دیگر سیر سعودی به خود گرفتند. پس از رهایی پروانه، ابراهیم خیل شمار از بانوان در اعتراض در کابل خواهان آزادی بانوان دیگر ناپدید شدند. پروانه ابراهیم خیل یکی از بانوان معترض که بیش از 3 هفته ناپدید بود، روز گذشته گفت از بند رها شده. هرچند بانو ابراهیم خیل گفته که از سوی امارت اسلامی بازداشت شده بود، اما امارت اسلامی میگوید که درباره بازداشت و ناپدید شدن بانوان معترض هیچ اطلاعی ندارد. پس از رهایی پروانه ابراهیم خیل، شماری از بانوان معترض در کابل دست به اعتراض زدند و با خوانش قطعنامه خواهان روشن شدن سرنوشت بانوان ناپدید شده هستند. تمام چالش هایی که از آدرس گروه طالب برای مردم افغانستان ایجاد شده، اعتراضی را راه اندازی کردیم. پروانه ابراهیم خیل که بیش از 3 هفته ناپدید بود، به گفته خودش شب گذشته از بند آزاد شد. هرچند بانو ابراهیم خیل گفته است که از سوی امارت اسلامی بازداشت شده بود، اما امارت اسلامی این گفته ها را رد می کند. 6 روز اسیر کردید، در چنگال خود نگه داشتید بدون اینکه حتی یک عسکر زن داشته باشید. این برخلاف جوانمردی، برخلاف اسلام و برخلاف شریعت افغانستان. یکی از سخنگویان امارت اسلامی میگوید که بررسی ها برای بانوان ناپدید شده ادامه دارد. ما باید از منابع خود معلومات بگیریم که باز در پرتوی از اونمو باید معلوماتی رای نماییم. در همین حال دو خبرنگار خارجی که چند پیش از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده بودند، ذبیح الله مجاهد در توییتی از آزادی آنان خبر داده است. این در حالی است که پس از ناپدید شدن بانوان معترض در کابل، واکنش های جهانی از جمله سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و دیگر کشورهای جهان را برانگیخت و آنان تاکید بر آزادسازی این بانوان ورزیدند. وزارت انرژی و آب گفته که به معاهده آب هلمند با ایران که در سال 1351 هجری شمسی امضا شد پابند است. و گفته این وزارت کابل درباره اجرای شدن این معاهده با تهران آماده است. از سوی هم شمار از باشندگان ولایت نیمروز میگویند در حال حاضر به آب بیشتر نیاز دارند و از امارت اسلامی میخواهند که آب را به گونه رایگان در اختیار ایران قرار ندهد. وزارت انرژی و آب اعلام کرده است که معاهده سال 1351 در مورد آب هلمند میان ایران و افغانستان عملی می شود. این وزارت در اعلامیه می گوید که امارت اسلامی افغانستان بر بنیاد معاهده سال 1351 هجری شمسی موافقت کامل دارد. امارت اسلامی متحد با معاهده 1351 است و موادی که در او درج شده او را عملی می کنند و با او پایبند هست.
حقابه ای که سوی امو معاهده با ایران امضا شده داده میشه. کابل و تهران برای تقسیم آب دریای هلمند در زمان موسی شفیق نخست وزیر وقت افغانستان در سال 1351 هجری شمسی یک معاهده را امضا کردند که بر بنیاد آن باید سالانه 817 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند به ایران داده شود. اما پیش از این حکومت‌های پیشین گفته بودند که سالانه چندین برابر بیشتر از توافق آب به ایران می‌ریزد. افغانستان باید با همسایگان خود روابط احسانمندانه داشته باشد، چون دیگر داد و گرفت ها هم ما داریم. همسایه ما ایران از او که بیشتر میخواه امروز که او مذاکراتش فعلا در شرایط فعلی امکان نداره. بدون شک معایداتی که در سطح بین المللی انجام میشد موارد مختلف در روز ذکر شده است که ضرورت به تطبیق داره. در سالهای پسین چندین بند برق و بندهای آبگردان در افغانستان در مسیر دریای هلمند یا هیرمند ساخته شدند. یکی از این آبگردانها بند کمالخان است که سوی حکومت پیشین گشایش یافت. همینطور که ما یک لیتر بنزین به صد تا بدبختی از بر میاریم، باید همینطور این در برابر بنزین در برابر سوخت به ما سوخت بدم. در اوبه مرتی و اسم امارت و ایران تورکیه اوبه. مثلا دب باید موتی ور نکه. پیش از این شماری از باشندگان سیستان و بلوچستان ایران نیز خواهان سرازیر شدن آب هلمند به بخش‌هایشان شده بودند. حتما این پرسش نزد شما است که ذخایر ارزی افغانستان در نظام بانکی ایالات متحده چند اندازه است و این دارایی از چه زمان مسدود شده؟ ذخایر ارزی در واقع مجموعه دارایی هایی هستند که در خزانه بانک های مرکزی کشورها وجود دارد و بیشتر به شکل اسعار معتبر بین المللی مانند دلار، یورو و یا در قالب طلا و اوراق بهادار و قرضه نگهداری می شود. افغانستان در بیش از 20 سال گذشته به علت روابط نزدیک بانکی با آمریکا ارزش 10 میلیارد دلار ذخایر ارزیش را در بانک های آن کشور نگه می دارد. عبدالسلام رحیمی نماینده ویژه اشرف غنی در امور صلح افغانستان پس از نزدیک به 6 ماه دوباره به کشور برگشت. مقام های امارت اسلامی به شمول امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و انس حقانی عضو ارشد امارت اسلامی از برگشت این مقام حکومت پیشین در کابل استقبال کردند. این مقام حکومت پیشین که از اعضای ارشد هیئت جمهوریت در گفتگوهای صلح با امارت اسلامی بود پس از نزدیک به 6 ماه از سقوط جمهوریت دوباره به کشور برگشته است. خپل وطن که لوژه ده که سخت شرایطی که آسان شرایطی هر رقم چی هغه سړی په آرام سا اخی. نو دا غزما شخصي زما د ژوند خبره ده. راغل دې مسایلو ته چې دا اوس چې په دې حالت کې یو جنگ درېدلی دی. به شمول امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، انس حقانی عضو ارشد امارت اسلامی، برخی دیگر از مقام های حکومت سرپرست از برگشت عبدالسلام رحیمی در کابل استقبال کردند. یو درنه پی سلام کرد. هم د تاسې په ګټه، هم د کورنۍ په ګټه، هم د اقرباو په ګټه، په مجموع کې د ټولو په ګټه ده. الله تعالی دې وکړي چې دغه فرصت سره راغلی ده، دا شرایط آماده شوي دي، له دې نه ټول افغانان استفاده وکړي. از سوی هم انس حقانی عضو ارشد امارت اسلامی آقای رحیمی را از چهره های صلح‌خواه می‌داند و می‌گوید که نیاز است تا همه افغان‌ها به گونه مشترک برای پیشرفت کشور کار کنند. با مذاکراتی تیم که رحیمی سولی و لحق کسان و چه دغس امنیت و دغس سول سر تسری سول خواهشمند و آقا عملی هستم مکتاز تر معلومی سمرم کرده. خدا خدای تعالی فضل بگو بلو چه الحمدلله. سرت سری امن راغی مختص کوم دی باندې ټول کوشش وکړه غوړونه به کوشش وکړي چې تیر نه خواله هیر په دایند پر لاسونه سره ورکو علیا منافع په نظر کې ونیس. عبدالسلام رحیمی در زمان حکومت غنی وزیر دولت در امور صلح بود و در ماهای پایانی حکومتش به حیث نماینده ویژه در امور صلح معرفی شد که با سقوط جمهوریت کشور را ترک کرده بود. اعتراض و تحسن هزاران پناهجوی افغان در یک اردوگاه ابوظبی وارد چهارمین روز شد. معترضان گفتند که از زیر زمان به ایسو در این اردوگاه نگهداری می شوند و از سرنوشت انتقال آنان به ایالات متحده امریکا خبر نیست. در این حال سفارت ایالات متحده در امارات متحده عربی هشدار می دهد.
نهایی سازی پرونده های پناهندگی این شهروندان افغانستان 6 ماه تا 5 سال را در بر خواهد گرفت. به امریکا انتقال مان دهید. خواست اصلی هزاران تن از شهروندان گرفتاده افغانستان در یک اردوگاه امارات متحده عربی است. معترضان این گونه از این سو به آن سوی اردوگاه بشردوستانه ابوظبی به گونه گروهی اعتراض می کنند و از سرنوشت ناروشن انتقالشان به ایالات متحده نگرانند. با چشم دوگانه و یک بام دو هوا دیده نشود. همو برخورده که در قبال پناهجویان در کمپ قطر و سایر کمپ ها شده باید به اینا هم به مو قسم برخورد شود. مردم یعنی سطح اوصلهشان بیخی به حد رسیده که دیگه تحمل نمیشه. یعنی واقعیت مثل زندانی ها به جا سر میبرند. همیشه اقبیم این قرنطین گفته همه گی بند هستند. زنان و کودکان نیز در میان این معترضان اند. آنان ایالات متحده را به برخورد دوگانه در روند انتقال پناهجویان از اردوگاه های قطر و امارات متحده عربی متهم می کنند و می گویند که به دلیل وجود تهدیدهای امنیتی راه برگشت به افغانستان را ندارند. 5 الی 6 ماه میشه که از افغانستان انتقال داده شدیم و اینجا آمدیم و تمام آزادی های فردی و طبیعی که هر انسان حق از اون داره از ما سلب شده، ما آزاد نیستیم. خواست ما است که ما را انتقال بده. اگر انتقال امریکا ما را انتقال نمیده، جای نداره، ما را یک کشور دیگه ببره. در آینده ما برسیم هرچی باشه دیگه، تو سدستر ما را ببره. 6 ماه در اینجا به خود دیگه آوردیم. از سوی هم آگاهان بین الملل روند قانونی مهاجرت ایالات متحده را پیچیده می خوانند و این پناهجویان را به شکیبایی ترغیب می کنند. اعتصابون به هیچ شکل باندې تظاهرات به هیچ شکل باندې د دوی د درد دوا نه کیږي او نه د دوی د کارونو په اجرا کولو کې کوم سرعت راولي. نو زما به مشوره دای چې د صبر او تحمل نه کار واخلي، پریدی چې د امریکا حکومتي ادارې د دوی کارونه په عادي شکل سره په نورمال حالت سره مخ وړاندې بوزي. قطر و امارات متحده پناهگاه‌های موقت را برای ده‌ها هزار تن از کسانی که به عنوان بخشی از برنامه تخلیه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون کشیده شدند فراهم نمودند. این شهروندان افغانستان از این اردوگاه‌ها سپس به ایالات متحده و کشورهای اروپایی برده شدند، اما از چند به این سو این روند به تأخیر روبرو شده است. ادامه خبر را پس از وقفه کوتاه. مسئولان شفاخانه سطح طفل اندراگاندی در کابل از افزایش کودکان مبتلا به سرخکان نگران است. پزشکان در این شفاخانه گفتند که در 3 ماه اخیر عمر کودکان مبتلا به بیماری سرخکان تا 80% افزایش یافته. همزمان با این وزارت سطح آمه گفته از آغاز سال 2022 تا اکنون 5465 کودک در کشور بیماری سرخکان گرفتار شدند. ناداری و بیکاری شمار از زنان آواره از جنگ در مزار شریف را ناگزیر ساخته که برای پیدا کردن کار به یکی از چهارراهی های این شهر ساعت ها انتظار بکشند. این زنان که در یک اردوگاه آوارگان در جنوب شهر مزار شریف زیر خیمه ها بسر میبرند میگویند اگر کار نکنند خانواده هایشان گرسنه نخواهند ماند و گفته آنان کمبود خوراک و سوخت از چالش های جدی آنان است و رسیدن فصل سرما شرایط زندگی را برای آنان بیش از هر زمان دیگر دشوار ساخته است. درنگ در یک درگیری مسلحانه در خانه انجینر محمد خان از مقام های پیشین حکومت دو تن جان باختند و دو تن دیگر زخم برداشتند. اعضای خانواده محمد خان گفتند که مردان مسلح ناشناس دیشب بر خانه آنان حمله کردند که در نتیجه یک پسر و برادرزاده و برادرزاده او جان باختند و همسر و پسر کاکایش زخم برداشتند. اما فرماندهی امنیه کابل حمله مسلحانه را بر خانه انجینر احمد خان رد میکند و میگوید که این رویداد برخواست از اختلاف های خانوادگی بوده. باشندگان کندوز از کمرنگ شدن روند عرضه خدمات بهداشتی در این ولایت شکایت دارند. آنان گفتند که بیشتر مرکزهای بهداشتی کندوز بستند و شمار محدود شفاخانه ها و کلینیک های فعال با کمبود دارو و پزشک روبرو است.
ادامه خبر را پس از وقفه کوتاه. امارت اسلامی نشست جنبا کال را در سویس موفقانه میداند. لطیف الله حکیمی عضو هیئت حکومت افغانستان در این نشست گفته درباره جلوگیری از یک فاجعه کلان انسانی با نمایندگان سویس، آلمان، بریتانیا، اتحادیه اروپا و با شمار از سازمانهای جهانی گفتگو کرده. او تاکید می‌ورزد که برگزاری نشست جنبا کال دستاورد بزرگ در راستای تعامل جهان با افغانستان است. هند تفاهم‌نامه‌ای را درباره توزیع گندم در افغانستان با سازمان جهانی غذا امضا کرد. سفارت هند در ایتالیا و سازمان جهانی غذا این تفاهم‌نامه را در توییترشان مهم گفتند. از سوی هم مسئولان امارت اسلامی گفتند که از کمک هر نهاد در افغانستان استقبال می‌کند و این کمک‌ها باید در هماهنگی با امارت اسلامی انجام شود. در اخیر هم چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو بر سر کیف و هشدارهای ایالات متحده از احتمال حمله روسیه بر اوکراین، آمریکا 3000 نیروهای دیگر را به پولند فرستاد. با این حال شمار نیروهای اعزامی ایالات متحده در شرق اروپا به 6000 تن می‌رسد. کاخ سفید که از احتمال حمله روسیه بر اوکراین هشدار داده است، از شهروندانش خواسته است تا 48 ساعت اوکراین را ترک کنند. افزون بر این، بریتانیا، استرالیا، کره جنوبی و کانادا نیز از شهروندانشان خواستند که بیدرنگ خاک اوکراین را ترک کنند. صدها تن در طرابلس پایتخت لیبیا در برابر پارلمان این کشور دست به اعتراض زدند. معترضان پس از آن به جاده ها برآمدند که پارلمان لیبیا فتحی بشاقا وزیر داخلی پیشین این کشور را همچون رئیس دولت موقت برگزید، اما این کار پارلمان لیبیا اختلاف های در درون این کشور به میان آورده است. معترضان خواهان منحل شدن پارلمان در شهر تبریق در شرق این کشور شدند. هزاران پلیس در بخش‌های گوناگون شهر پاریس مستقر شدند تا از ایجاد رابندان در این شهر جلوگیری کنند. این در حالی است که پیش از این هزاران نفر از مخالفان قوانین کووید 19 و افزایش هزینه‌های سوختی در بیرون از پاریس تجمع کردند. آنان با موترهایشان از سراسر این کشور حضور دارند و می‌خواهند وارد شهر پاریس شوند، اما نیروهای پلیس فرانسه در دروازه‌های شهر پاریس مستقر شدند تا مانع ورود کاروان موسوم به آزادی به شهر پاریس شوند. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر ده. شب خوش، تا فردا، بدرود.